خدمت شما عرض بکنم که ببینید در سالهای اخیر، در 44 سال گذشته، ما شاهد این بودیم که خب نه تنها در ایران، بلکه گروه‌های فلسطینی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، از عملیات روانی برای ضعیف نمایی و همچنین مشروعیت زدایی از طرف مقابلشون یعنی اسرائیل استفاده کردن. اگر جمهوری اسلامی در حال حاضر حاضر به کوتاه آمدن نیست، اگر حماس و جهاد اسلامی حاضر به قبول کردن این نیستن که مسئولیت این حمله بر عهده اونها بوده، به خاطر این هستش که اینها دارن بهره برداری روانی میکنن از این مسئله، از کشته شدن غیر نظامی ها. اینا در حقیقت در تلاش هستن برای خودشون مشروعیتی بخرن، با توجه به اینکه گروه تروریستی هستن و در دنیا به عنوان گروه تروریستی شناخته شدن، و از اسرائیل مشروعیت زدایی بکنن. به خصوص ما در روزهای آینده شاهد یک تهاجم زمینی از سوی اسرائیل به غزه خواهیم بود، و برای اینها این مسئله یک سوداوری هستش، این کشته شدن غیر نظامیان. حالا مهم نیست اینها 40 نفر بودن یا 400 نفر، برای این گروه های فلسطینی و حامیانشون یعنی رژیم جمهوری اسلامی ایران اهمیت داره که این غیر نظامی ها در حال حاضر کشته شدن، و از این مسئله نهایت بهره برداری رو برای مظلوم نمایی گروه های تروریستی انجام بدن و در نهایت تلاش بکنن مشروعیت زدایی بکنن از دولت اسرائیل. سپاسگزارم آقای بابک تقوایی که با ما بودید. ممنونم.